خب بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشیم. امروز جمعه است، 31 ماه شهریور و برابر است با 22 سپتامبر. این بچه هایی که تو ایران هستن چه بدشانسی آوردن، جمعه آخرین روز تابستان، حالا فردا شنبه اولین روز مدرسه. احتمالاً این چی میگم، افرادی که میشناسیم سالها پیام میدن هر سال و هیچ اتفاقی هم نمیفته، باز فردا پیام هاشون رو به سوی دانش آموزان ایران روانه خواهند کرد. پیام شما چی هست؟ اگه بتونید یه پیامی به بچه های مدرسه‌ای ایران بدید چی هست؟ نگین مدرسه نرو، ما رفتیم آخرش به جای نرسیدیم. بگید ببینیم پیام شما چی هست. میتونید روی فیسبوک بنویسید، میتونید زنگ بزنید پیام بذارید. علی آخر عبدالعلی دستقیب، اوه این دستقیب ها فامیلای ما هم میشدن و نمیدونم والا چی بگم، دست هاشون قیب بود دیگه، بالاخره هر کاری میکردن مردم نمیفهمیدن. خب ببینیم که این برنامه رو با صفحه تلویزیون مردم هم شیر کنیم، در میون بذاریم. شما هم اگه لطف کنید این کار رو انجام بدید ازتون ممنون میشم. برنامه اسمش هست سوربی با مردم. یک خانمی به نام بیات که احتمالا شیرازی هستن تو برنامه قبلی پرسیده بودن که آقای سوربی کجا هستید، حالتون خوبه، مشکل برطرف شد؟ گفتیم والا ما که هر روز اینجا هستیم، سر ما رو گنده و مشکلی هم نبود. بعد ایشون گفت من گمتون کرده بودن. گفتم ای بابا، شما اگه به این گندگی من رو گم کنید باید مواظب کیف و نمیدونم کلید و وسایلتون باشید. در صورت حسن این زندگی در عصر جدید، فیلم عصر جدید یادتونه مال چارلی چاپرین، اینه که هر کسی رو گم کنید اسمش رو روی یوتیوب، روی گوگل، روی یاهو، روی ask.com اسمش رو تایپ کنید طرف پیدا میشه. مثل این که اون وقتا میگفتن مثل این که موش رو آتیش زدن، نه موش بیچاره ها، مویش رو آتیش زدن. یا بعض وقتا بال یک حیوانی رو به اصطلاح آتش میزدن، جنی پری ظاهر میشد. اجازه بدید من اول از هر چیز جمعه، گفتم بهتون امروز جمعه 22 سپتامبر 31 شهریور و عذرخواهی کنم برای بار چندم از دوستانی که در حین برنامه زنده ما به یک دلایلی با این دوستان فیسبوکی وارد بحث و گفتگو میشیم و از مسیرمون خارج میشیم. دوستان گفتن آقا خود شما بارها گفتید که دیگه تلفن ها و اینها رو جواب نمیدید، برای که تلفن ها یه چیز بی خودی بود که برنامه های مخصوصا برنامه های زنده رو به بیراهه میبرد، و حالا چرا به جای تلفن آمدید شما فیسبوک رو جایگزینش کردید؟ سعی میکنم، آمریکایی میگن I try to do my best، سعی میکنم که این کار رو به اصطلاح انجام ندم. دوم، خیلی از دوستان گله کردن از دوستانی که تازه مسیحی شدن و میگن اینها به جای اینکه بگن خودشون نمیفهمیدن حالا فهم و شعور پیدا کردن و برن دنبال زندگیشون، هی میخوان به زور اینو تزریق کنن. و من سعی میکنم در رابطه با دین و مذهب و اینها هم صحبت نکنم، چون فکر میکنم اتفاقا این بزرگترین احترامی هست که ما میتونیم به این افراد بذاریم و هر کسی دینش، مذهبش، فکرش برای خودش باشه و ما تفتیش عقاید نکنیم. در برنامه قبلی یکی از دوستان راجع به آقای رجوی چیزی می نوشت که من پاکش کردم و ایشون گفت چرا پاک میکنی؟ گفتم عزیز من، شما که مسیحی هستین نباید به کسی تهمت بزنی، اگه تازه تهمتم نباشه نباید شما رازش رو برملا کنی. بعد گفت میدونم ولی خیلی عصبانی و خشمگین بودم. در صورت باید خودمون رو کنترل کنیم و خشممون رو هم کنترل کنیم. دوستان عزیز، و
بله، فیسبوک شده مثل تلفن های اعصاب خردکن برنامه های قبلی. و اما بیچاره در مکزیکیا، در مکزیک دوباره اون زلزله هفت خورده ای که اومد هیچ، در پورتوریکا و این جزیره های بین ریپابلیکن آف دامینیک و هیتی و اینها، ما هم شدیم مثل ترامپ که اسم کشورها رو هم نمیتونست بگه یا نمیتونه بگه. اینجا هم طوفان میگه 100% پورتوریکو برق ندارن. البته 100% غلطه، چون خود همون تلویزیونی که گزارش میکنه که 100% برق نیست، البته اون منظورش برق به اصطلاح چی میگیم، این برقای شهر و اینا، همه چی تو ایران میگفتن دولتی، ولی گزارشگرش یا خبرنگارش از یه هتلی داشت گزارش میداد که گفت این هتل جنراتور یا به اصطلاح یه دستگاه تولید برق داره و ما اینجا برق داریم. اینم ماجرای 100% از برقی و برق بودن و بی برقی. و اما طرف یادم دوره شاه میگفتن ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه، مردم از مجاهدین بیزارن، مجاهدین هی اسم عوض میکنه. اتفاقا شاید کار درستی باشه، چون به این وسیله میخوان به یه بیچارهی که بلند میشه میره راهپیمایی اشتباهی بگن این مجاهد نیست، یکی دیگه است. دیروز مجاهدین در نیویورک راهپیمایی کردن. دوستان خودتون برید عکس‌ها رو ببینید، خودتون قضاوت کنید اینا چند نفر بودن. و بهتون گفتم، حتی یه دوستی من زنگ زد گفت آقا میای بریم، گفتم نه من کار میکنم و اگه کسی میخواد بریم باید پول به اصطلاح کار من رو بده، من نمیدونم، یا شما پولتون میدن صداتون در نمیاد یا از یه جایی درآمد دارین. و گفت نه من میخوام برم داداشمو ببینم، داداشم میاد اونجا یه ساعتی با اینا وقت میذاریم، بعد میریم تا شب شامی نهاری هر چی میخوریم، بعدم سوار اتوبوس میشیم میخوابیم میایم اینجا. ولی اینه آقای ترشیزی روی وبسایتش که چه عرض کنم روی فیسبوکش یه جایی ویدیویی گذاشته بود، توی اون ویدیو نوشته بود تظاهرات بزرگ ایرانیان نیویورک. اولا اینا ایرانیای نیویورک نیستن، اینا ایرانیایی هستن که شما از هر جایی برمی‌دارید می‌برید نیویورک، پس این اشتباهه. ضمناً نوشتن قطره‌ای از انعکاسات تظاهرات بزرگ، و اینم قطره‌ای نبود، این هر چی شما زور زدید که بشه دریا شده همین یک کاسه آبی که اونجا هست. و آقا بیاین، وقتا هم گفتن راس حسینی، حالا این دوستان لور که اینقدر درباره شون جوک ساختیم و اینها، همه به این نتیجه رسیدن طرف وقتی میگه آقا لوری بگو، منظورش اینه که این لورا دروغ نمیتونن بگن، هرچی تو دلشونه، تو زبونشونه، تو مغزشونه حقیقت و راستش رو میگن. در صورت خودتون برید نگاه کنید، خودتون ببینید. اینجا هر روز راه پیماییه، یعنی شنبه که گذشت میگفت دیگه مادر آف رالی، یعنی مادر همه راهپیمایی ها. بعدم شمرد مثلا میگفت این زنا دارن میان برای سرطان، اون یکی داره میاد برای اونایی که فلجن، اون یکی داره میاد برای اونایی که تو ارتش بوده، همینجوری میشمرد. و مخصوصا آقای غلام ترشیزی چون در منطقه که ما هستیم زندگی میکنه میدونه یه راهپیمایی که میان هدفشون معلومه، برنامهشون معلومه، قطعنامه‌ای که صادر میکنن در آخر اون معلومه، به جایی که میفرستن این قطعنامه رو معلومه. یکی از این چیزا نوشته بودن که افراد بسیار زیادی که در مقامات دولتی هستن آمدند و اونجا صحبت کردن، ولی هیچ جاش نمی‌نویسه این گرد همایی مجاهدین بوده. یه چیزی هم نوشته بود نمیدونم سازمان ایرانیان یه چیز اینجوری. و یکی از اونها اسمش هست الیوت انگل یا انجل، که خب الیوت اسم مردی هست و انجل هم یعنی فرشته، ولی اینجوری که نوشته بودنش به فارسی بعضیا میشد بخونیش الیوت انگل، انگل یعنی انگلش فارسی، بعد الیوت هم کسایی که احمقن به انگلیسی بهشون میگن الیوت. در صورت بعد از آقای
نوت گینگریچ و جولیانی و شهردار سان دیگو و کندی معتاد و اینها، چشممون به آقای ادیت انگل یا انگل روشه. و اما آقای کاووسی میگه که آقای سوربی همه به من میگن مدرک بیار که ایرانی عقب افتاده است، بیا اینم مدرک. قرار شد فیسبوک رو نخونم، اما الان پتیت همین دوتا مویی هم که روی به اصطلاح کلش مونده الان داره میکنه و میگه این نمیتونه خودشو کنترل کنه و بیا اینم مدرک، کجا نوشتی اینم مدرک، ولی مدرکی نیست. و بذار فیسبوک و هرچی مینویسی اگه بتونیم بعدش چیز کنیم، تا زمانی که ما یه نفر داشته باشیم که اینجا که صحبت میکنیم اون به اصطلاح بتونه فیسبوک رو جواب بده و چی میگفتن رفع و فتح که نه فتح اون باده چیز دیگه رفع و فتح کنه، بار فارسی هم یادمون رفت. بله امروز ساعت 16 برنامه 140مین آقای حسن ارشاد هست، 147 ببخشید اشتباه کردم، 147. بذارید ببینم که این برنامه درباره چی هست و به شما هم اینجا نشون بدم، برنامه رو دنبال کنید. ایشون بارها گفته اگر کسی از شماها هستید که یا بهایی هستید یا میخواین از بهایی‌ها دفاع کنید، به برنامه ایشون خوش آمدید و میتونید باشون تماس بگیرید. اسم برنامه ایشون و به اصطلاح تیترش، سر تیترش اینه: جلسه 147 تحلیل آموزه‌های بهایی در شبکه مردم تیوی، چرا تشکیلات بهایی اعتقاد به برپایی حکومت بهایی در هر کشور را پنهان می‌کند، که این رو من خودم مثلا خبر نداشتم، حتما شما هم هستید و دوستانی دارید که همش به شما میگن که به اصطلاح بهایی‌ها تو سیاست دخالت نمی‌کنن و اینها، ولی آقای حسن فیروزی در همین تلویزیون گفتن که نه همچین چیزی صحت نداره. آقای حسن ارشادم ماشاءالله همه هم حسن هستن، حسن اجلالی، حسن ارشاد، حسن فیروزی، آقای حسن ارشادم با بررسی اسناد طرد ناصر جمالی توسط شوقی و بررسی مختصری از الوا و وصایا این رو به اصطلاح توضیح داده. ساعت 4 بعد از ظهر با هم خواهیم بود. و اما میگه که هورا، این دومین برنامه است که از موبیل یا موبایل تماشا میکنم، مرسی که از اندروید هم گذر میکنید. والا من که نمیدونم، این سیستمای مختلف هر کدومش یه روزی یه چیز درست میکنیم، فردا یه چیز دیگه اضافه میشه و ما هم دیگه هم سنمون اجازه نمیده، هم قدرت مالی و کشش به اصطلاح از لحاظ وقت و اینا. در اصل خوشحالم که شما با ما هستید و اینو گفتم که ساعت 4 آقای حسن ارشاد برنامهش که پخش میشه مثل هر هفته توی این دو سال خورده گذشته، ساعت بعد از اون یک مستندی هست به نام مستند خیال پرست، پشت پرده مافیای جنسی در ایران بدون سانسور. این فیلم اگه اشتباه نکنم در سال 2016 یا ساخته شده یا در سال 2016 به نمایش گذاشته شده ولی ممنوع بوده و این ورور، تا الان که دیگه آزاد شده و یکی از دوستان یه مبلغی رو پرداخت کردن که یک هفته این فیلم در تلویزیون مردم پخش بشه. شما هم اگر فیلمی دارید که مایل هستید از تلویزیون مردم پخش بشه، چه تهیه کنندش خودتون باشید چه دیگران، میتونید این کار رو انجام بدید. بله خب قرار شد آقای ترابی، ما اصلاً بحث دین و مذهب رو نداشته باشیم و بریم بحث چیزایی که الان داره اتفاق میفته درباره ایرانی ها، اونها رو بگیم، شما نظرتون رو در این باره بگید. درباره 2000 سال پیش آقای عیسی رو کشیدن به صلیب و آقای موسی از وسط دریا باز کرد و آقای نمیدونم امام حسین 1300 سال پیش رفت کربلا، اینا فعلا بزنینش روی هرد. یک ایرانی خود را با زنجیر به نرده پل شهر کلن بست.
نظرتون درباره این کارا چیه؟ من هر وقت یک کسی این کارو میکنه میگم ای کاش خمینی هم این کارو کرده بود، همون روز که گفتم مثل آقای کامران، ای کاش خمینی هم پیاده را رفته بود. و همین دوستمون علی گفت آقا نه این بنده خدا جوونه، خدا نکنه ماشین بهش بزنه. گفتم بابا جون من دیدم اینایی رو که این کارا رو میکنن، یا ماشینا عاجز میشن میان میزنن بهشون، یا یک کسی اذیتش میکنه مس روی تکست فلان اینا، یا خود طرف. و دیدی دو روز بعدش این آقای کامران در ترکیه وسایلش رو دزدیدن. بابا دیگه این تجربه بیچاره سعدی گفت زندگی رو دو بار باید انجام بدید، با یکی تجربه آموختن و با دیگری تجربه بردن به کار. ولی خب منی که تجربه 15 سال پیش رو دارم که دو تا دوچرخه سوار جوان از ایران آمدند و دوچرخه سواری کردند، توی تلویزیون خیلی تعریف میکردن ما چنین و چنان و داریم رکاب میزنیم برای آزادی، چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. تنها این بود که بنده خداها دو سه سالی تو راه بودن، بعد تعریف میکرد آقا میریم فلانجا نمیدونم شب میخوابیم، خبر که نداریم اینجا مزرعه، یه دفعه نصف شب آب و باز میکنن زیر پامون خیس میشه، میریم یه جایی میخوابیم مار میاد اونجا، اینا که نمیتونن برن تو هتل. در صورت اینه آقای پتیک برای من نوشته که آقا خیلی ممنون از توضیحی که دادید درباره اون 100 دلاری که من میخواستم کمک کنم، و من اون 100 دلار رو بعد از این چیزی که شما گفتید احیانا ایشونم به این نتیجه رسیده که آقا این یه کار بی خودیه، حالا یا طرف از زنش جدا شده، یا نمیخوام بگم این آقا هم مثلا دوایی میکشه چیزی میکشه، یه ناراحتی یه چیزی، یا اصلا واقعا تصمیم گرفته بره حکومت رو به اصطلاح سرنگون کنه. ولی آقا میشه مثل همون یه لیوان ماس بردن و کنار دریا نشستن و بخوای با این لیوان ماس و با آب دریا دوغ درست کنی و همه اقیانوس ها بشه دوغ، همه دوغ بخورن، نمیشه آقا، امکان نداره. برو شما برو 5000 سال نمیدونم، خیلی ها میرن این بالای قلعه ایورست، خیلی هاشون هم کشته میشن، خیلی هاشون هم برمیگردن میان. ولی این که من دارم این کار میکنم که ایران آزاد بشه، چجوری؟ آقا یه نفر میاد به شما میگه 10000 دلار بده به من، من فردا برای شما یه خونه میخرم مثلا توی فلانجا که 5 میلیون میارزه. شما فوری 10000 دلار رو بهش میدی؟ یا اولین سوالی که میکنی میگه آقا چجوری؟ طرف میگه آقا من که نمیتونم به شما بگم، این محرمانه است. میگه آقا نمیخوام. میدونی چیزای محرمانه رو برای خودتون محرمانه نگه دارید. من بارها این تبلیغایی که شب میکنه میگه که شما این کتابو بخر میلیونر میشی، میگم خب اگه این کتاب کار میکرد توی بدبخت الان میلیونر بودی، مجبور نبودی بشینی اینجا این کتابو بفروشی 10 دلار 10 دلار. در صورت نمیدونم کارمون خیلی خرابه. بله میگه آقای پتیک لطف کن اون 100 دلار رو بده به من تا بدم به آقای سوربی. یه چیزی برات بگم، این آقای پتیک به تلویزیون مردم کمک میکنه، حمایت میکنه، و مثلا الان که صحبت میکنیم فکر کنم برای ماه نوامبر و دسامبر، والا من حسابشو نگه نمیدارم، فکر کنم اینا رو هم پرداخت کرده. اصلا حرف نزن مجید جان و دست کن به جیب مبارک. و به دوستان گفتم مثلا اینایی که میگن آقا ما نداریم فلان اینا، میگن ببین شما صبح میری استارباکس کافی میخوری، میگه دیگه اون که مجبورم، میگم نه خیر برو 7-11 تفاوتش 2 دلار خورده ایه، اون 2 دلار خورده ایه برو بده به سازمانی که دوست داری، به تلویزیونی که دوست داری. در هر صورت ممنون و متشکرم از شما. و اما این ماجرای بورن اگین، اینا کسایی هستن که مثل جورج بوش، یعنی از تولد اولیشون راضی نیستن. حالا چه کسی مقصره؟ پدر، مادر، دین، مذهب، مملکت، کشور، مدرسه، ما نمیدونیم. ولی به این نتیجه میرسن که باید یک رنسانسی یا یک تغییر اساسی یا از دوباره زاییده بشن. Born again. Born again یعنی دوباره زاییده شده. و اینا مثل آقای جورج بوش، جورج بوش فکر میکرد خدا بهش مأموریتی داده که من و شما رو ببره بهشت. شاه هم همین فکر رو میکرد. اونایی که مثل من نمیدونستن کتاب مأموریتی برای وطنم یعنی چی، شاه فکر میکرد خدا بهش مأموریت داده
که ایران رو آباد کنه و آزاد کنه و اینها، ولی یکی ازش نپرسید آخه تو چرا میری جنوب فرانسه زمین و خونه میخری، تو چرا میری سوئیس اسکی، تو چرا میری نمیدونم فلانجا کنار دریا، بیا همین ایران رو که میخوای آباد کنی آزاد که هست، ماشاءالله از موقع باباد اومد آزاد آزاد. نمیدونم کارمون خیلی خرابه در اصلاً، چی بگم من نمیدونم. اون آهنگه بود چی میخونم، جوونیم رفت و صدام رفته دیگه. بله دارم دنبال اون چیزی میگردم که مجاهدین چه اسمی گذاشتن. حالا بذارید بریم تو قسمت فولدر یا پوشه برنامه امروز، شاید به اون هم برسیم. و اما یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم همه میتونن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن. اینجا وقتی یک کاری خیلی ساده هست میگن نو برینر، یعنی مغزم احتیاج نداره. و به نظر من این توهینه که به طرف میگن آقا این کار ساده ای، اصلا احتیاج به مغزم نداره. یعنی تو هم که مغز نداری بیا، خب بگو کار ساده ای، هر کسی میتونه انجام بده، شما بیا. و اما رهبر در سایه، میدونید تا حالا دولت در سایه و اینها داشتیم، بعضی ها بهش میگن شادو گاورمنت، بعضی ها میگن استیت گاورمنت، یه چیزی اینجوری میگن. ولی این رهبر در سایه گفته اتهام پرونده مداحان را از جاسوسی به ارتباط نامشروع تغییر دهیم. میدونید که یک خبری آمد که چند تا از این مداها جاسوسای اسرائیل و کشورهای دیگه هستن و گویا مغازه مداییشون رو که شغل پردرآمدی هم هست فعلا بستن و حالا هم دادگاه. و این رهبر در سایه ما ببینیم کی هست. براتون اول اجازه بدین که این تصویر رو اگه کامپیوتر ما اجازه بده به شما نشون بدیم و با هم بخونیم و بریم ببینیم چیه. رهبر در سایه، فکر کنم این عکس مجتبی خامنه‌ای، پسر خامنه‌ای، و میگه که ظهر امروز در جلسه میان سید مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی و چند تن از مسئولین مقرر شد اتهام جاسوسی از پرونده مداحان به ارتباط نامشروع تغییر داد شده. بنا به گزارش یک مقام ارشد در بیت رهبری به خبرگزاری آمد نیوز، در جلسه ای که امروز در بیت رهبری و دفتر سید مجتبی خامنه‌ای فرزند این تشکیل شد، به خاطر تأثیر بسیار بد اتهام جاسوسی برای روح الله بهمنی، احد قدمی و عبدالرضا هلالی، سه تن از مداحان متهم به جاسوسی برای سفارت فرانسه در میان اقشار متدین کشور و وفاداران به نظام، این اتهام به ارتباط نامشروع تغییر داده شود. خب لابد بعدم سرتش به هم میارن، ایشون هم بالاخره داره پا میذاره جای پای باباش. همینجوری که طرف دزدی میکنه بیت المال رو برمیداره میبره کانادا، بعد باباش میگه که کشش ندید، ایشون هم میگه حالا اینا اگه جاسوسی هم کردن شما خیلی کشش ندید. رهبر در سایه، منظور این نوشته این بود که مجتبی خامنه‌ای رهبر نیست هنوز، ولی بالاخره شروع کرده داره دخالت میکنه در کار دولت و صحبت از رهبر میشه. یکی رهبر خامنه‌ای تو ایران، یکی رهبر آقای رجوی مرحومه، یکی رهبر توی کره شمالیه، یه رهبر دیوانه هم ما داریم که به نام رئیس جمهور. رئیس جمهور یعنی رئیسی که جمهور انتخابش میکنه، این رو جمهور انتخاب نکرده، ولی سیستم غلط آمریکا این رو اون الکترال کالج اینا انتخاب کرده. ایشون 3 میلیون رای کمتر از هیلری کلینتون آورده. خلاصه بحث و گفتگوها اینجوری شروع شد که ترامپ یه نوشته ای رو گذاشتن جلوش، میگیریم و میبندیم و میزنیم. اونجایی هم که حرفای خوب قرار بود بزنن کپی حرفای اوباما رو گذاشتن، آمد گفت و همه اونایی که طرفدارش هستن که این اگه فوش زن و بچه هم بهشون بده میگن خوب گفت، اونا تعریف. ولی اونایی که مخالف بودن گفتن آقا سازمان ملل جای صلح و دوستی و برنامه های آینده و سازندگیه، این مزخرفات چیه. خب اینه که گفت دوتا رهبر دیگه هم به صدا در اومدن. آقای رجوی که مرحوم شده صدا نداره فعلا، اعضایش رو میفرسه، این کلمه اعضا رو که میگی بعض وقتا آدم فکر بدم میکنه، اعضایش رو میفرسه به نیویورک، به اونجوری صحبت کرده.
آقای خامنه ای که الان یه هفته هم هست میگفتن مرده و تا حالا 20 بار گفتن مرده و هر وقت این میگن مرده یه جریانی که میاد این آقا میاد میشینه رو صندلی درباره اون جریان برای اون روز صحبت میکنه، عین چیزی که من با آقای فیلابی گفتم. گفتم آقای فیلابی رجبی به بنده اطمینان نداره، هیچ اشکال نداره، به شما اطمینان داره، خب شما برنش برو بشین یه فیلم اش بگی بیا برای ما پخش کن و شما بگو امروز 22 سپتامبر من آمدم دیدنی آقای رجبی و اینها. گو نه آقا نمیشه که بعد میکشنش. گفتم اوکی اگه اینجوره پس همه رهبرا باید برن تو سوراخ قایم بشن و الا اینای دیگه دیوانه هستن، اون یکی فقط نابغه است. دیدید اینا که طرفدار رضا پهلوی هستن میگن رضا پهلوی نابغه است، چقدر تجربه داره ولی رو نمیکنه، الان به شما نمیگه. رجبی نابغه است، رفته قایم شده رو نمیکنه، ولی این دوتا احمقا نمیدونه ست احمق مال کره شمالی و خامنه ای و ترامپ و اینها رو میکنن. ترامپ که آمد اینجوری گفت مال کره شمالی گفت آقا میام میزنم پدرتم در میارم و این یه سگی هست که واق واق میکنه. دیشب تو تلویزیون گفت آقا شما به سگا توهین کردی. اولا سگ واق واق که میکنه دلیل داره، این بی دلیل واق واق کرده، این یک. دوما سگ وقتی واق واق میکنه شما میفهمی منظورش چیه. منظورش این میگه که تو حریم و داری حد من میای و درست من بستن یا توی این فنس هستن، ولی اگه نزدیکتر بیای دیگه جونت یا چی میگن زخمی پاچتو گرفتن به خودت. ولی ترامپ حتی واق واقایی هم که میکنه بیمعنیه. این از این گفت. آقای خامنه‌ای هم که روی فیسبوک هم گذاشتم گو این بابا اصلا عصبانی بی منطق فلانه، ولش کنید، خیلی جدی نگیرید. اینم ببینیم چی میگه. آقای صبحی میگن خامنه ای بدل داره ولی رجبی هم همون بدل رو هم نداره. من نگفتم خامنه ای بدل داره. خامنه ای یه دفعه توی این ماشینی که مثل مینیبوس بزرگی هست نشونش میدادن، نشون دادن که چراغ گذاشتن اون زیر که ایشون نورانی باشه. من گفتم بابا جون این کار توی آمریکا، فیلم ها رو نگاه کنی، فیلم سینمایی وقتی میخواد نشون بده ماشین داره میاد چراغ اون زیره، الان که دیگه چراغ های LED و اینها هست چراغ روشن میکنن که شما ببینی و این یه چیز معمولیه. حالا اگه شما فکر کنی این میخواد روحانی باشه و فلان، نه خب شما که میدونی چراغ روشن کرده، اون قسمت روحانی بودن ازش هست. بتیک نوشته کاکا جون صبح بخیر، ممنونم از گفته شما در مورد کامران قادری، 100 دلار را دادم به بچه های یتیم ارمنستان، چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است. به این علی آقا هم بگو اینقدر سنگ مسیحیت رو به سینه نزن، شاید هم مثل دیگران پول میگیرد. نمیدونم پول میگیری یا نه، ولی خب بالاخره همین که با مسیحی ها هست کمکش کردن و اینها، همون بالاخره کمکی که کلیساها میکنن. شما میدونی اینجا کلیساها یه شنبه ها که میرن اونایی که زن ندارن میرن اونجا به این پریست میگن، میگن که بابا همش خودت ور ندار به ما هم بده یه دوتا رو معرفی میکنه و از این کارا هم میکنن دیگه. من نمیدونم، در صورت همونجوری که به علی میگم تهمت نزنید به آقای رجبی، خب ما هم به هم دیگه تهمت نزنیم. و اما این خبرنگار آمریکایی جریان آتش زدن مخدرات در افغانستان را گزارش میدهد. ببینیم چه جوری گزارش میده. این دوستمون فیلمایی که میفرسه ان حلقی که میتین ها الی من هروئین خیلی جالبه. خب البته بیشتر همه از میدیای عربی هستن، اون امارات متحده و اینها، و ما هم که متاسفانه عربی لا تکلم العربی ها، یعنی نمیفهمیم، بلد نیستیم صحبت کنیم. ولی ببینیم این چی میگه. بعض وقتا ویدیو احتیاج به گفتار نداره. آهان، اون دوستمونم میگه شما نگفتید بدل داره ولی دیگران میگن بدل داره. خب همین یه بدل الان برای مسعود رجبی بسازید، اینا که همشون سیبیل دارن و همشون هم تو همون سن 60-70 سالگی هستن. رجبی فکر کنه الان 60 هم بالاتر باشه. بله ببینیم این چی میگه. ان حرق كمية هائلة من الهروين والأفيون والحشيش ومخدرات أخرى في موقع بأفغانستان، ويبدو أنه تأثر باستنشاق رائحتها. لنشاهد هذا الفيديو. Lying behind me is 8.5 tons of heroin, opium, hashish and other narcotics.
running behind. بله فکر کنم قبلش یه کمی حشیش یه چیزی کشیده که اینجوری میشه. البته ناگفته نماند، بعضی وقتا وقتی میخوای یه برنامه رو ضبط کنی یه دفعه میبینی از میخ دیوارم خندت میگیره. حتما برای شما پیش اومده سر کلاس درس بی جهت خندمون میگیره از ترس معلم. یکی میگفت ناخونتو نمیدونم دندون بگی، یکی میگفت اینجوری کن تا نخندی فلان اینها. ولی از این برنامه ها زیاد پیش میاد، مثلا ایشونی که 8:30 پشت سرش دارن هروئین و نمیدونم حشیش و اینها آتش میزنن، حتی دود اونها ممکن نشش کرده باشه. مگه اینا رو وقتی میخوان بکشن آتش نمیزنن، روشن نمیکنن؟ حالا روشن کردن، دود تو منطقه گرفته، ممکنه بنده خدا نشه شده باشه. و دوستان اگر از دینی که داخلش هستید خیلی ناراحت هستید و اینها، این دوستمون گفته شکر خدا که ما را بودایی نیافرید. ببینید این به اصطلاح پیش چی میگن آخونده این بودایی ها چجوری با اینها رفتار میکنه. این هم یه ویدیوی دیگه، طبق معمول دوربین رو عمودی گرفتن و خدایا بگیم چیکار کنم، خدایا اینها رو به راه راست و دوربیناشون رو 90 درجه بچرخون تا ما فیلمای بهتری ببینیم. کامرای شماره 2. و اما اگر خواستید برید بودایی بشید توی این منطقه‌ای که اینجوری اقلا نشید، برید یه جای دیگه بودایی بشید. بفرمایید. خب خیلی خوش آمدید به این دین و مذهب و اینها. توی دین مسلمان ها قمه میزنن تو سر هم دیگه، توی دین مسیحی ها میخ میزنن به دستشون به پاشون، خودشون رو با یک زنجیرایی که تیغ داره، از زنجیرای ایرانی هم بدتر میزنن، خودشون رو خونین و مالین میکنن و همشون مثل همه. این دختر نامش بتینه از تنها زنده از خانواده‌ای که زیر بمب‌های ساخت آمریکا در خانهشان جان سپردند، میگوید هرگز فراموش نخواهند کرد. بله ببینیم که آها این دختر خیلی هم کوچولو بیچاره بچه ایداد بیداد سلکت ایریا من نمیدونم اصلا این توی سنی هست که بتونه حرف بزنه همچین چیزی گفته باشه. تقدر اخوانها، تقدر امها، تقدر ابوها، هي تظن ان هي بتروح بعد حصل ماجرای جنگ هایی که توی دنیا هست. و جالب این اینهایی که این جنگ ها را میندازن میگن ما میخوایم بریم اونجا دموکراسی برقرار کنیم. خب نطق جنجالی خامنه‌ای در مورد ترامپ، ترامپ یک عقب مانده و سبک مغز ذهنی است. این ویدیو رو روی صفحه مردم تیوی هم میتونید ببینید. و اما نیو پارتی، اون روز اگه یادتون باشه این دوست ما یک ویدیویی فرستاده بود، ما هم نشون دادیم که توی ایران، توی کشورهای عربی حالا دیگه وقتی طلاق هم میگیرن خانوما جشن میگیرن و دوستاشون دعوت میکنن و کیک و اینها، روش هم نوشته بود طلاق. توی ایران هم من گفتم شنیدم همچین چیزی هست. حالا این خبر رو شما داشته باشید که goodbye pampers and sexuality celebration have just been fashioned. نوشته که این پمپرز که میدونید توی ایران ماجرای به اصطلاح پوشک رو، چون اولینی که اومده بود توی ایران اسمش پمپرز بود، همه میگفتن پمپرز، در صورتی که دایپرز یا پوشک، پوشک بگی اصلا بهتر و درسته. حالا ببینید چی نوشته. این نوشته که جشن گودبای پمپرز، جشن گودبای پمپرز یا همان خداحافظی با پوشک،
یکی از این جشن‌های عجیب است که اتفاقاً این روزها سر و صدای زیادی هم کرده است. محتوای جشن به این صورت است که والدین از اینکه کودکشان می‌تواند از این به بعد بدون استفاده از پوشک زندگی کند بسیار خوشحال هستند. آنها جشنی ترتیب می‌دهند که در این جشن تمام اینجا نوشته المان‌ها به صورت پوشک. این المان‌ها توی ایران اون کلمه المنت بود که برای لامپ و اینا استفاده میکردن، اینا برای همه چی حالا استفاده میکنن. و اگه ببینید این عکس اینها، ببخشید اصلا شکل مدفوعه، اون پشتشون یا روی این پردهی که هست روی شمایی که گذاشتن اینها هیچی دیگه. نوشته که از اینکه کودکشان و از همه المان‌ها به صورت پوشک و یا طراحی شده است، مهمانانی هم به این جشن دعوت می‌شوند و از این بابت که کودک خانواده دیگر پوشک ندارد می‌رقصند و دست می‌زنند و خیلی از این بابت شادند. البته این نوشته هم من نمی‌دونم کی بوده نوشته، خیلی فارسیش از من خرابتر و بدتر شده. گفت که راه رفتن کپکو یاد نگرفتیم، اینو کلا گفته، راه رفتن خودمون هم که همون زبان فارسی بود از یادمون رفت. یادتونه اون روز من به اینایی که خیلی هیجان زده گفتم آفرین به این ترامپ، در 40 سال گذشته هیچ کسی، هیچ رئیس جمهوری مانند ترامپ به این خوبی حرف نزده درباره ایران و اینها. بهشون گفتم آقایون خانما ببخشید، اگر نشاشیدید صبر کنید، شب درازه، باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. گفتیم که بابا جون در کار سیاست اینقدر شما خوشباور و زودباور نباشید. اینجا وقتی میخوان بهشون احترام بذارن میگن نعیف ساده لو، وقتی میخوان چیز کنن میگن طرف استوپید دام، یعنی احمق. و چی بگیم؟ خودمونم میگیم، میگیم با طرف احمق، هر کی هر چی بهش میگه باور میکنه. حالا ببینید این مقاله چی میگه دوستان. یعنی شما وقتی که ترامپ میاد اینجوری هارت و پوت میکنه و از اون ورم اون دیوانه نتنیاهو میاد میگه بگیریم ببریم بزنیم، دیگه شما باور نمیکنی که ایران و آمریکایی که 40 سال توی هتلای کشورهای دیگه توی راه دستشویی و توالت با هم صحبت میکردن، اینجوری به این واضحی دیدار و گفتگوی تیلرسون و ظریف در سازمان ملل. بی بی سی اعلام میکنه که وزیران امور خارجه ایران و آمریکا برای نخستین بار در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند. این دیدار در حالی انجام شده که گمان زنی ها و در مورد خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌ای بالا گرفته است. رکس تیلرسون گفته که دیدارش با محمد جواد ظریف به دور از عصبانیت و بسیار عملگرایانه برگزار شده. وزیر امور خارجه آمریکا به مزاح گفته که او و همتای ایرانیش به طرف هم لنگ کفش پرتاب نکردند و سر هم داد نکشیدند، هرچند اختلاف دو طرف بر سر برجام به قوت خود باقی است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد جواد ظریف هم گفت اعضای 5 به علاوه 1، البته به غیر از یک کشور، بر رعایت کامل برجام و غیر قابل مذاکره بودن برجام تاکید کردند و اینکه همه طرفها به این دستاورد جامعه بین المللی متعهد بمانند. او گفت جمهوری اسلامی درباره موارد نقضی که از سوی ایالات متحده از ابتدای اجرای شدن برجام و به خصوص در دوره دولت جدید آمریکا مطرح بودند، همچون اظهاراتی که مقامات آمریکا کردند که از نظر ما مناسب نبوده و برای مقررات برجام که بعضی موارد آن به عنوان نقض مواد 26, 28, 29 برجام قابل تفسیر است صحبت کرد. این دیدار که در یک چارچوب چند جانبه بود، تنها 2 روز بعد از آن انجام می شود که رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را یک دیکتاتوری فاسد خواند و همتای ایرانیش هم در واکنش از ادبیات به گفته او جاهلانه، زشت و کینه توزانه دولت دونالد ترامپ به شدت انتقاد کرد. یعنی روحانی هم گفته اینجوری. در اصل دوستان شما می دونید، منم می دونم، آخوندها اصلا ضرب المثلی دارن که میگه اینها
ریششون رو میکنن فلان جای خر، بعد با گلاب میشورن. حالا بعضی هاشون هم دیگه گلاب نیست، بوی گندش رو مردم باید تحمل کنن. در صورت ماجرای سیاست، علی آقا، دوستانی که فکر میکنید آقای ترامپ خیلی فرهیخته است، اون چیزی که شما روی صحنه میبینید نیست. مثل این مونه که یه نمایش شما ببینید، روی صحنه طرف آدم خوبیه، ولی اگر از پشت صحنه خبر داشته باشید میبینید این آدمی که هنرپیشه است، نقش آدم خوب بازی میکنه، دوز هست، پدر سوخته هست، مال مردم خورده. پس گاهی وقتا خوبه که یک کمی صبور باشید، یه نگاهی هم به پشت صحنه داشته باشید، یا برنامه های سوربی رو نگاه کنید، چون سوربی نگاه پشت صحنه رو هم برای شما توضیح میده. وقتی این از کودکی به مغزش رفت، انتظار چه چیزی میشه ازش داشت؟ اینم ببینید، ببینید این کودک که از جوانی این کار رو انجام میده، بزرگ بشه چی میشه؟ بله، اجازه بدید من این تصویر، هر کدوم از این فیلم ها یک سایزی برای خودشون دارن، هر کدومشون با یک دستگاهی گرفته شده، یکیش با دوربینه، یکیش با تلفنه، یکیش نمیدونم دیگه چی داریم برای ضبط و اینها. بله، بفرمایید. این باز جالبه که من قبلا هم درباره شرکت دادن بچه ها، چه در مراسم مذهبی چه در مراسم سیاسی و احزاب و اینها گفتم. نگاه کنید این بچه کوچولو رو، یا این آقا پسر کوچولو. خب این بیچاره هیچ گناهی نداره، این الان اگه موزیک براش پخش کنی با موزیک رو نگاه بچه های دیگه میکنه میرقصه، ولی کسی که خانوادش این انگشتر رو کرده دستشو، اون انگشتر رو، لباس سیاه و اینا، اونها هستن که این رو به این راه میبرن. و من امیدوارم یه روزی برسه که این پدر و مادرها اینجوری نتونن بچه هاشونو چه توی این راه، چه توی غم زدن، چه توی کلیسا بردن و بدن دست پریست و اون هر کاری میخواد. و اما پوسترهای انتخاباتی آلمان و افزایش رشد احزاب راست، این احزاب راست حقیقتا تندروا هستن، و چیزی رو که نوشتن با آلمانی، من متاسفانه آلمانی دیگه یادم نیست، و عکس یه خوکی این وره، عکس یه خانم حامله اون وره. اجازه بدید چون آقای فهیمی توضیحی ننوشتن به فارسی، فقط نوشتن تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، و من چیزی از این دوتا عکس نفهمیدم. اگر نوشته بودید یه چیزی که مثلا این پوستر تبلیغاتی چیه، به نظرم خیلی بهتر. ایشون نوشتن که این رفتارها تنها مسیر اضمحلال امپراتوری خشن و خودخواه آمریکا را کوتاه‌تر خواهد کرد. حالا ببینیم این رفتارها منظورشون کدوم رفتارها هست. بله، اینجا توضیح میده که دولت بهار، دولت بهار دیگه چیه؟ یه چیزایی اصلا تو ایران میگن و مینویسن و اینا که من و شما خبر نداریم. نوشته که دولت بهار گفته یا نوشته اگر آقای ترامپ تصور میکنه که با این رفتارهای مستکبرانه بر اقتدار و قدر و قیمت امپراتوری آمریکا میافزاید و راه را برای چپاول گسترده در ملت‌ها و سامان دادن به اقتصاد رو به افول این کشور هموار خواهد کرد، سخت در اشتباه است. به گزارش دولت بهار، متن یادداشت دکتر احمدی نژاد به شرح زیر است. اینجاش که عربی نوشته برای خودش، اندیشه خود برتربینی و سلطه‌گری دولت مردان آمریکا بار دیگر از زبان آقای ترامپ در صحن سازمان ملل منتشر شد و ذات خودخواهی را به نمایش گذاشت. او نشان داد که با تاریخ و جغرافیا بیگانه است و تصور می‌کند که همه ملت‌ها مانند او زورگو، خودخواه و بدون تاریخ و فرهنگ و ادب هستند. چنین به نظر می‌رسد که آقای ترامپ در مواجهه با چند نفر و ارزیابی آنان، ملت ایران را نیز ضعیف تصور کرده است. در این صورت او نیز مانند اسلاف خود به بیراهه رفته است. ملت بزرگ ایران قادر است از حقوق و حق خود در تمامی عرصه‌ها و صحنه‌ها
به خوبی دفاع نماید و نیازمند دلسوزی فریبکارانه امثال ایشان نیست. رئیس جمهور آمریکا و اطرافیان وی مطمئن باشند. نفهمیدم این چرا اینجوری شد، چرا همچین شد. و فیسبوک ما یه پیامی داد، تا من اومدم پیام بخونم صفحه عوض شد و الان نمیبینم که چیه. دوستان اگر هنوز برنامه رو میبینید که خب good for you به قول آمریکا، اگه نمیبینید بعدا از یوتیوب براتون میذاریم ببینید. بله میگه که ملت بزرگ ایران اینجوری و فریبکانه ابسالشون نیست. میگه رئیس جمهور آمریکا و اطرافیان وی مطمئن باشند که ملت بزرگ ایران به زودی حقوق از دست رفته خود را نیز مطالبه و تمامی آن را استیفا خواهد کرد. اگر آقای ترامپ تصور میکند که با این رفتارها بر اقتدار و قدر و قیمت امپراتوری آمریکا، قدر و قیمت اون قدر فهم کنم، قدر و قیمت امپراتوری آمریکا میافزاید و راه را برای چپاول گسترتر ملت ها و سامان دادن به اقتصاد رو، این که دوبار هی میگیم نمیدونم چه فایده. در اصل میگه اگر چه شب دراز شده است اما صبح بسیار نزدیک است. اونا هم میدونید که احمدی نژاد و اینا هم مثل مجاهدا، اونا هم همش قول، همش وعده و وعید و ببینیم چه خواهد شد. خیلی جالبه این فیسبوک ما تصویرمون رو داره درست نشون میده ولی نوشته ها رو 90 درجه چرخونده، یعنی من باید سرمو اینجوری بذارم تا بتونم این نوشته ها رو بخونم. بله مبارز نستو میگم اکسیون راه انتخاب شده. چی شده؟ این اکسیون بله اکسیون همون اکشنه دیگه، نه اب نداره. بذار بگی بنده خدا تازه، حالا نمیخوایم به داتیا خدای نکرده توهین کرده باشیم، این تازه از ده اومده شهر هیجان زده شده، یکم سب بدید تو شهر بمونه، زشتی های شهر رو ببینه، اون وقت مثل سمد آقا دلش هوس نناغا میکنه و بعد میشینه کنار خیابون وقتی که هیچ تهرونی محلش نمیذاره میخونه که نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. انتخابات آلمان گویا الان دستخوش حوادثی مثل انتخابات آمریکا و ماجرای دخالت روسیه در اون هست. همینو درباره فرانسه میگفتن و میگفتن که وحشت این هست که اون خانمه بیاد که شکل ترامپ هم بود و احیانا ترامپ هم هوادار اون بود، ولی حالا میبینید که ترامپ چجوری قربون صدقه این یکی میره. و جالب اینه که این یکی بلافاصله اون روز بعد از ترامپ رئیس جمهور فرانسه گفت که ما باید قرارداد با برجام ایران رو نگه داریم، چون اگه این کارو نکنیم به ضرر ما میشه. و الان آمریکاست فقط که دوستان داره ضرر میکنه. بهتون روزم گفتم دولت چین 10 بیلیون دلار لاین آف کردیت، یعنی به ایران گفت آقا بیا بخر بعدن با هم حساب میکنیم. وقتی برادر شدیم سر ارث و میراث وقتی چیز شد حساب میکنیم. ممنونم این دوست همشهری ما یک خبر رو که میفرسه با تلفن، با تکس میفرسه، با فیسبوک میفرسه، جدیداً خیلی ایمیل نمیفرسه. اگه لطف میکرد فقط از یک طریق یه چیزی رو میفرستاد هم کار خودش آسون تر میشد هم کار من، مخصوصا که ایشون یاد نگرفته سر تیتر بنویسه. مثلا دلایل مترجم شبکه خبر از سانسور سخنان ترامپ، گویا یه مترجمی اینجا بوده یا یه مترجمی صحبت های ترامپ رو وقتی گوش میداده باید برای ایرانیا به فارسی میگفته، این احمق که هیچ کلمه دیگه به غیر از احمق برای مترجم قسم خورده نیست. که شما وقتی مترجم قسم خورده هستی اگه میری دادگاه اگه اون طرف فوش میده به چیز، شما میگی که من معذرت میخوام ولی این داره به شما فوش میده، نه که فوشش رو قایم کنی. میگه که من صحبتهای ترامپ رو ترجمه نکردم چون اولا اون زیرش صدای ترامپ میومد و هر کسی میفهمید این چی میگه. ببینید اگر تو مترجمی و اینقدر احمقی که هر کسی صحبتهای ترامپ میفهمه، پس توی ازگل رو برای چی بهت پول دادم که اونجا زرزر کنی فارسی و هرچی دلت بخواد ترجمه کنی، هرچی دلت نخواد ترجمه نکن. به نظر من این اگه برای دستگاه دولتی کار میکنه که خب
داره کار خوبی هم انجام میده براشون، ولی اگه برای یه شبکه آزاد و ملی و خصوصی کار میکنه باید این گوشش رو بگیرن، خیلی نکشن که پاره بشه این پرده و اینا، یه لگد هم بهش بزنن بندازنش بیرون. مترجمی که تمام متن رو ترجمه نکنه به درد مادرش میخوره، بشینه کنار دل مادرش براش فیلم سینمایی ترجمه کنه. و اما باز این دوست همشهریمون یه خبر دیگه فرستاده که قاچاق نون سنگک در فرودگاه امام خمینی ایران رو نشون میده و نشون میده که یه ساکی باز کردن و این مسافر، حالا یا آقا یا خانم، وقتی که داشته میمده اینجا به اصطلاح نون سنگک رو توی این گذاشته و میبینید که فقط نون سنگک هست. حتما زنگ زده به خانوادهش که چی بیارم، اونا گفتن آقا اینجا همه چی هست ولی نون سنگک به خوبی ایران نیست و برامون نون سنگک بیار. این بیچاره هم رفته نون سنگک که ارزونتر از هر چیز دیگه میشه، از زعفرون رو نمیدونم اینا، با خودش آورده. ایشون نوشته که انشالله مورد توجه قرار بگیرد. یک مصاحبه ای که فکر کنم قبلا هم آقای احمدعلی مسعود انصاری برای من اینو فرستاده بودن، 19 صفحه بود یادمه، یکی از دوستان گفت که این چند صفحهش فقط به اصطلاح به نام خدا و اینهاست و یه مقداری حوصله مردم رو که این روزا خیلی کم حوصله هستن و حوصله مقالای طولانی رو ندارن، حوصله فیلمای طولانی ندارن، نه به اصطلاح 19 صفحه زیاده. اجازه بدین همینجا یه تشکری بکنیم از این آقای ارشیا کیا که هم دیجی هست هم توی کارهای ریل استیت هست، کارهای ریل استیت و ریل توری اینا، یعنی این بنگاه‌های معاملاتی که خونه می‌خرن خونه می‌فروشن اینا، و یه کار قشنگی کرده، نوشته که is it time to review your homeowner insurance coverage. میدونید که مثلا ایام نزدیکای کریسمس که میشه که مردم درخت کریسمس میخوان بذارن و بعضیا هنوز اون چراغای گرم رو میذارن و درخت طبیعی میذارن، درخت خشک میشه آتیش میگیره و اینا، فایر دیپارتمان یا بعضی از تلویزیونا تبلیغ میکنن که باتریای اسموک دیتکتوراتون رو عوض کنید، بهتون میگه که این شب چراغا رو خاموش کنید وقتی میخواین برین بخوابین، چون بیشتر این آتش سوزی هم اتفاقا موقعی اتفاق تصادفا که چه از کنه موقعی اتفاق میفته که آمریکایی ها معمولا رفتن بالا تو اتاق خوابشون خوابیدن، این درخت هم پایین آتش میگیره و اولین کاری که میکنه راه فرارشون رو میبنده. دلیلی هم که آتش میگیره اینی که شب این چراغا گرم میشه، این درختم خشک شده، آب بهش ندادن، درخت خشک و گرمای این، بعدم که میشه الکتریسیته به اصطلاح اشکال برقی و اتصالات برقی و اینها، و این کارا کار خوبیه. به اینا میگن public service announcement PSA public service announcement. و با این کار مثلا ارشیا کیا یاد من میندازه که اگه خونه خاصی بخری و اینها، من این کارا انجام میدم، هم یه کار خیر برای جامعه انجام میده هم برای خودش یه تبلیغ خوب هست. ممنون آقای ارشیا کیا، مرسی. چشم، ما به اصطلاح بیمه خونمون رو با بعضی ها مثلا بیمه های خونهشون یه جاییه که با وجودی که بارون و سیل و اینها میاد ولی نخریدن اون قسمت رو، بعضی هاش بیمه سالی 20 دلار اگه اضافه تر بدن بکاپ اون سویج، دستشویی، توالت اینها اونو کاور میکنه. باورتون میشه اینجا یه مطب دکتری که من قرار بود مثلا چندم 26م قرار بود برم، بعد سه شنبه قرار بود برم، دیروز زنگ زده میگه مستر سوربی نیا اینجا، این نوبتم باطل، یه نوبت دیگه بگی، چون ما آب اومده توی مطب و باید اینجا موکتشو عوض کنن. اینجا وقتی آب میاد یه فیلمیه، چون دیوارا خیس میشه، بعد که دیوارا خیس میشه این مولد چی بهش میگیم، یه چیزی مثل کپک و اینا هست که همینجوری از یه جایی مثلا نم مرطوب درست میشه، میگن اون میشه برای بدنم خیلی ضرر داره. اول برنامه درباره این پناهجوی ایرانی که خود را با زنجیر به نرده پل شهر کرن بست صحبت کردم ولی یادمون رفت. این کارا دوستان چه نتیجه داشته، چه نتیجه خواهد داشت که یه نفر بلند میشه میره زیر یه پلی خودشو میبنده و به یک
پلیسی زنگ میزنه، به یک رادیو تلویزیونی زنگ میزنه. من خودم 4 ساعت با یک ماشینی که ایرکاندیشن نداشت، همون اوائلی که اومدم آمریکا، توی ترافیک موندم. و باور کنید اون احمقی که رفته بود، ایرانی نبود، احمقی که رفته بود اون بالا و میگفت من خودمو میندازم پایین، من انقدر عصبانی شده بودم میگفتم من حاضرم برم هلش بدم پایین. شما دارین بهش حرف میزنین میگی نه آقا خودتو نکش، جاده رو بسید، این همه آدم اسیر و علاف این آقا، من حاضرم برم بدنش پایین. چون اگه میخواد خودشو بکشه امروز هم جلوش بگیری نجاتش بدی، فردا میره خودشو میکشه. ولی این آقا رفته خودشو بسته زیر یک پلی که گویا از اون پل قطارهای به اصطلاح مسافر بری، تو آلمان هم که میدونی چقدر قطار اینا هست. به همین خاطر 2.5 ساعت مجبور شدن پل رو ببندن، قطارها رو تغییر جهت بدن. حاصلش چیه؟ این آقا رو آزاد کردن، ولی پلیس گفته که ما داریم به اصطلاح پروندهش رو ردیف میکنیم. جرما رو میدونید که بعد جرم میارن به این که شما این کاری که کردی اینقدر به این شهر ضرر زدی، این کاری که کردی به این ضرر زدی، به اون ضرر زدی. آقا ای کاش خمینی هم مثل شما میرفت خودش رو به پل فرانسه زنجیر میکرد. این کارها فایده نداره، طرف میندازن زندان میره اعتصاب غذا میکنه. آقا شما که میگین تو زندان خوراک کافی بهت نمیدن، حالا اعتصاب غذا میکنی به نفع کیه؟ به نفع دیکتاتوره. حالا دیکتاتوره اگه تو بمیری بعدن، بعد این اگه تو بمیری مثل تو بمیری بعدن مثلا جوابگوی خانوادت خواهد بود، جوابگوی دستگاه‌های دولتی کشورهای دیگه خواهد بود، جوابگوی یونایتد نیشن خواهد بود. برید آقا دنبال کارکاسبی و زندگیتون. چقدر خوشحالم که این پتیت $100 داده به بچه‌های یتیمه ارمنی، چون $100 من بدم به شما بری یه کفش بخری بری بذاری کنار خیابون، کفش رو ازت بدوزن که چی کار کنی؟ حالا شما میخوای بری ایران، بعدم هی فیلم میذاره میگی من دارم میرم ولی به اینا نمیگم از چه مسیری میرم. آقا این روزا از همه چی میفهمن شما کجا هستی، چی کار داری میکنی. یه کمی نمیخوام بگم دست از خل بازی بردارید، ولی این کارا هم هیچ به اصطلاح کمتر از خلبازی نیست. شما نظرتون چیه دوست؟ بله، بنا به اخبار این انفجار در اثر نشت گاز دوست عزیز دیروز هم برای من اینو فرستادید، انفجار در قم، گفتیدم عکس و اینها، ولی من تا امروز نه عکسی دریافت کردم و نه این خبر رو از جای دیگه شنیدم. در هر صورت حکم شلاق پناهجوی دیپورت شده از نروژ در ایران به اجرا درآمد. این با وجودی که خب برای اون خانمی که این حکم براش اجرا کردن متاسفم و اینها، ولی یه چیز خوب شده که پناهندهای دیگه بتونن توی بلژیک و توی کشورهای اروپایی ازش استفاده کنن و به این کشورها که میگن شما خطری نیست میتونی برگردی ایران، بگی آقا اینها این خانم رو که شما، خانم لیلا بیات، چه جالبه اون دوستمونم که حال احوال منو پرسیده بود اسمش خانم بیات بود. این فامیلی بیات تو شیراز یه فامیل خیلی بزرگی هستن و من خیلی دوست و همکلاسی با این فامیل به اصطلاح داشتم. حالا ببینیم که ماجرا چی بوده و این دختر خانم رو چرا شلاق زده. میگه که حکم شلاق لیلا بیات پناهجوی ایرانی که دولت نروژ در سال گذشته دیپورت کرده بود در تهران به اجرا درآمد. روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه حکم 80 ضرب شلاق برای لیلا بیات در شعبه 3 اجرای احکام دادسرای ارشاد اجرا شد. لیلا بیات سال 1386 به همراه 3 تن از دوستانش به دلیل شرب خمر، یعنی مشروب خوردن و اینها، بازداشت و در نهایت در دادسرای ارشاد ناحیه 21 یا 31 به 80 ضرب شلاق محکوم شده بود. سازمان حقوق بشر ایران ضمن اعلام این خبر نوشته است او و دوستانش که هر کدام با 7 میلیون تومان وثیقه آزاد شده بودند تا 2.5 سال تلاش کردند که حکم صادره را تغییر دهند و پس از ناامید شدن از این امر لیلا به همراه پسر 5 سالش به کشور نروژ مهاجرت میکنند و آنجا تقاضای پناهندگی خود را مطرح میکنند. اما پرونده پناهجویی وی بارها توسط مقامات اداره مهاجرت نروژ رد میشود. لیلا بیاد در نهایت 31 اسفند 1395 از پسر خود که اکنون 13 سال دارد جدا شد و به ایران بازگشت.
از آن تاریخ مجدداً برای متوقف کردن حکم شلاق تلاش میکند ولی به جایی نمیرسد و در نهایت این حکم غیر انسانی به اجرا در میاد. لیلا در خصوص پرونده‌اش گفت: من عیناً مشکلم را با آنها گفتم ولی دولت نروژ 7 بار به پرونده من منفی داد و مدارکی که ارائه کردم را قبول نکرد. آنها می گفتند حکم دادگاه، حکم جلب، گواهی وکیل و هرچی من از ایران به ایشان ارائه می کردم ساختگی است و کیس من دروغ است. می گفتند کارشناس ما در سفارت نروژ در ایران مدارک من را بررسی کرده و گفته چنین حکمی در ایران اجرا نمی شود. در نهایت هم من به 2 سال ترک خاک کل اروپا را دادند و در نهایت هم به من 2 سال ترک خاک کل اروپا را دادن و من را از پسر 13 ساله هم جدا کردن و به ایران دیپورت کردن. و همچنین گفت: من قبل از اینکه به ایران برگردم و حکمم اجرا شود خیلی خشمگین بودم که چرا باید این اتفاقات بیفتد و من از مملکت خودم فراری باشم، ولی اکنون بیشتر از دولت نروژ عصبانی هستم. اینجا قانونی داشت که ما به خاطر رعایت نکردن آن محکوم شدیم، ولی من به دولت نروژ پناه آورده بودم و فکر میکردم میتوانم آنجا در امنیت باشم. اینم برای دوستانی که ما بارها میگیم که همیشه میگن مرغ همسایه قاز، چمن همسایه سبزتره، نمیدونم این چیزایی که راجع به کشورهای دیگه میگن باور نکنید. و اینم برای اونایی که بعضی وقتا میگن چرا آقا با این پناهجویان مصاحبه میکنید، 7 مرتبه ایشون رد شده. اگه ایشون یه مصاحبه با تلویزیون مردم کرده بود، فیلمش رو به دادگاه میبرد میداد، مثل دیگران که قبول شده بودن قبول میشد. حالا چرا ایرانیا به هم کمک نمیکنن؟ یه راهی رو که یکیشون قبول میشه به یکی دیگه نمیگه، میگه حالا من قبول شدم فعلا بذار من در برم، چون اگر یکی دیگه هم بیاد ممکنه پرونده منو پس بگیرن. ببینم این چی نشون میده، این حقیقت وسعه یا وسعه. آیا امیدی به بهبودی هست؟ اگر یه کمی بیشتر بنویسید. دیدم این اتفاقا من با این مخالفم، حالا براتون میگم. ببینید، اجازه بدید 4 به 3 این به این، خدا لعنت کنه. ببینید اینجا یک ویدیویی رو نشون میده دوستان، زیرش با فارسی اینو نوشته، من براتون بخونم. نوشته که ایران برای گردشگری آماده میشود. خوب یا خیلی خوب یا خوب در فرودگاه صفهای 1 ساعتی هست فقط برای اینکه وارد فرودگاه شوید. تازه من در مورد بقیه صفها سکوت میکنم. خلاصه من که میدونه چجوری میخوان توسعه گردشگری کنن، ولی این غیر قابل تحمله. اولا یواش برید دوست عزیز، یواش برید تا با هم من تنبلم با اتون را بیام. شما میگی ایران میخواد آماده بشه، ایرانی که 8 سال جنگ داشته، 30 سال تحریم داشته، اسمش همه تا میگن ایرانی تروریست، ایرانی گروگانگیر میاد، خودتونم حالا دارید میگید آماده داره میشه. آماده شدن یکی از چیزاش اینه، وقتی امروز 300 تا توریست رفت اونجا دیدن 2 ساعت معطل میشه، یه سرخر دیگه ای رو نگه میدارن میگن آقا تا هم 150 تا شد چیز. و از کشور مکزیکو، از کشورهای اروپایی، و خود من تو این کشورهای اروپایی 2 سال پیش هم انگلستان رفتم، هم فرانسه رفتم، هم یونان رفتم، اینا 1 ساعت و نیم 1 ساعت توی صف وایسادیم، کشورهایی که اصلا قرار نیست شما چیز داشته باشین. بهت میگه که اوکی اگر اروپایی هستی بیا اینجا، اگه اروپایی نیستی برو اونجا. آمریکا برمیگردی میای الان یه سیستم جدیدی گذاشتن اینجا که از صورت تو، از چشم تو رو میخونه، 1 ساعت 1 ساعت و ربع معطل میشی. این عزیز نازی بازی ها رو بریزید دور. و من تعجب میکنم که این دوستمون که توی خلیج فارس زندگی میکنه این نوشته که آیا امیدی به بهبودی هست. بله حتما هست، مخصوصا توی این کار که پول برای ایران هست توش، و اون بچه آخونده میدونه که نمیدونم سرویس رد کارپت بزنه اینجوری 10 نفر بکشون، و اون یکی دیگه بچه آخونده میدونه هتل بذاره، اون یکی بچه آخونده میتونه یک آژانسی بزنه که. و من و شما هم باید اگه میخوایم، بله ما بریم، اگه میخوایم، اگه مثل منید که میگم آقا اگه رجبی بره ایران من نمیخوام، شازده بخواد بره ایران من نمیخوام، اصلا من نمیخوام آقا ایران بره. شما قرار شد برای من بنویسید تحت چه رژیمی حاضرید برید به ایران،
تحت چه رژیمی. بنویسید کی امید آمالتون به کیه، به چه کسی، به چه نوع حکومتیه، که اگه این حکومت بیاد تو ایران من بلند میشم میرم. من نمیرم، خوردم کنگر، انداختم لنگر، سهم ایران من برای فروش، هر کی میخواد بیاد سهم منو بخره. چی بگیم دیگه؟ خب پلی مسیج، بله این مسیج پیام های خانم جاوید رو هم براتون چند تاشو پخش کردم، یه سری دیگه هم هست که گفتم چون داداششونم فوت شده فعلا بذاریم بعدن. و اما روحانی در سازمان ملل گفته بود ایران نمیخواد اینو، این درباره ترامپ هم گفت که حرفایی که زده یه کمی بیادبانه و اینها بوده، اونو راست میگه. و یه چیز جالب براتون بگم، میدونید که رسمه مثلا ترامپ که صحبت میکنه اون نماینده کره میره بیرون، یعنی اصلا تو حرف برای من ارزش نداره، ولی امسال نماینده های ایران نشستن اونجا، گویا خود روحانی هم حاضر بوده. و این به اینا نشون میده که ما هم تحمل شنیدن حرفای مخالف رو داریم، هم تحمل حرفای حقیقت اگه درست باشه، یا اگرم مزخرف بگی باز ما میشینیم ببینیم شما چی میگی و بتونیم. و دیدید که تو دو روز بعدش چجوری قشنگ صحبتاشونو ردیف کرده بودن بر اصل صحبتای ترامپ. ببینید این دوستمون چی میگه، من متاسفانه باید اینجوری کنم بله تا بخونم. این آقای مجید روحی: سلام آقای سربی، مقصر همین ایرانی های قدیمی هستن تو اروپا که کمک، آها باری کلا، در رابطه با اون خانمی که رفته شلاق خورده، ایشون میگه که کاملا درست میگه، همونایی که رفتن تا پناهنده شدن رفتن اومدن، بعد به دیگران هم گفتن بابا شما خودت که تو ایران هستی، من تو ایران حقوقمو میگیرم، اونجا هم نمیدونم دارم پناهندگی میگیرم فلان بسار، اینا اون بیچاره را آوردن. و اعتماد سیستم های بلژیک و هلند و فنلاند و نمیدونم اینها را هم به پناهندهای دیگه کم کردند. و اما باز روحانی گفت تو تهدید نمیپذیریم. و یه سری چیزهای دیگه دارم که اینا رو باید یه مروری روش انجام بدیم تا بعدن پخش کنیم. اجازه بدید امروز چون جمعه هست ما خیلی زیاد صحبت نکنیم و ببینیم این سرقت چی میگه. بله: تقدیم به دزدان سرزمینم، شیره را از حبه انگور سرقت میکنن، شهد را از لانه زنبور سرقت میکنن. بهرام عزیز، با تایید همه این خلافکاری ها شما به من بگویید عامل این خرابکاری ها از چه سرزمینی به جز سرزمین ایران که ادعای غنی ترین فرهنگ را در جهان میکند آمدن. همه سرتاپا از یک کرباسیم، فقط منتظریم اتفاقی رخ دهد بدهد تا رژیمی کله پا گردد و گروه دیگر از ما به قدرت برسد و به چپاول مشغول شود. لذا باید قبول کنیم تغییر رژیم درد ما را دوا نمی کند، بلکه تغییر خودمون، بلکه ملت ایران باید تغییر اساسی در وجود خودشان در مسیر پاکی و درستی، وطن دوستی، برابری، شعار معروفه ولی تا این زمان تو خالی قدیمی خودمون پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک به وجود آوریم. آقای آریانپور اینو گفتن. این پیام پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک، شما روی اینترنت و فیسبوک نگاه کنید، طرف میاد هر چی فوشه، هر چی تو میگم آقا پندارنیک، گفتارنیک، میگه نه اون برای دوستا و آشنا. گفتم خب ببخشید، اگه اون کسی که اینو گفته اینقدر احمق بوده که این فقط برای فامیل و دوستات هست، خب باید یا قبلش یا بعدش مینوشت، یا دیگه شما همه جا نگین دیگه، اینه محرمانه برای خودتون نگه دارید. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، محرمانه با دوستان و فامیل، به دشمنان مخالفین که رسیدید فوش و فضیحت و توهین و تهدید و هر چیزی که از دستتون برمیاد. و اما بله بنده هم جمعه هست و همین، شما رو هم بذاریم بریم به کار و زندگیتون برسید و براتون یه سری شعرهای شیرازی پخش میکنم بعد از این برنامه. روی فیسبوک البته نیست، روی یوتیوب، روی فیسبوک لینکش رو میذارم از آقای یدالله، خدایا چجوری یادم میاد، بله یدالله تا طاهری، نه تو لینکی که هست میبینید اینجام
با صدای خودشون این شعرها رو میخونن، شعرهای شیرازی. اگر یک کلمه ایرم بلد نیستید از من بپرسید، منم از دوستان میپرسم بهتون میگم. خیلی چیزای شیرازی هست که الان خود منم بلد نیستم، خیلی چیزای شیرازی هم هست که ما میگیم ولی تو شیراز دیگه استفاده نمیشه، و وقتی میگیم اونا میگن یعنی چی؟ میگیم بابا این، میگن نه آقا اون 30 سال پیش بود، گذشت، زبان عوض میشه. دوستان زبان باید پویا باشه، ایستا نباشه، یه جا وای نسه، در جا نزنه. وقتی پویا باشید یاد میگیرید، به اون اسپانیشه میگی هولا، به اون یکی میگی هلو، به اون یکی میگی آفیدرزن، به اون یکی میگی چوس، به اون یکی میگی سلامتی، به اون یکی میگی نصراویا. این با همه دوست میشی. وقتی که بخوای زبان ایستا باشه میشی مثل آقای هومر آبرامیان، فقط تو 4 نفر میره مهمونی، هی درود به ورودتون، ورودم و به درودتون وصل کردم، حالا ببینید نورانی شدید، به فرهر فلان، به فرتور فلان، به اصطلاح لغاتشون محدود میشه و میشن مثل بچه های کلاس 4 و 5 که نمیتونن از کلمات استفاده کنن، میشن مثل ترامپ. ترامپ دیدین وقتی حرف میزنه میگه من چیزای بسیار خوبی، ایده های بسیار خوبی براتون دارم، حالا صبر کنید تا ببینید چه ایده های بسیار خوبی براتون دارم. خب مردک اگه چیزی داری توی این مغز خالی بگو، هیچی نداره، دروغگو، شارلاتان، دل به این نبندید. پشت صحنه ببینید چه خبره. دیدید که بعد از سالها آقای احمدعلی مسعود انصاری، اتفاقا ویدیوش روی مردم تیوی هم هست روی فیسبوک، آمد و گفت رابطه ایران و رابطه رفسنجانی و آمریکا چی بوده؟ دلخوش نباشید به اینها، بهتون گول بزنن، ساده لو نباشید. دوستان عزیز همینجا من از شما خداحافظی میکنم. برنامه امروز 70 دقیقه بیشتر نشد. شاید باید از پتیک تشکر کنم، چون اگر این گفت و جر دعواهای فیسبوکی رو ادامه بدیم 2 ساعت هم کم میاد، ولی اگر اونا رو برداریم میشه ز صحبت کم کن و بر مبلغ افزایه. برنامه که کیفیتش خوب باشه، حالا کمیتش اندازش 60 دقیقه 90 دقیقه 30 دقیقه 20 دقیقه 10 دقیقه خوب، چی میگم، مفید و مختصر باش شما. و اما تلفن و تکست رو بذارید اینجا، بذارم براتون بنویسم. دوستان تو رو خدا اینقدر زنگ که میزنید هی نگید این پیام برای خودته، مردم از بس گوش دادم همش هم پیام برای خودم. خب مگه من نمیدونم شما تو مهمونی ها که میرین چه کار میکنین؟ وقتی میخواین حرف بزنید یه چیزی میگیرین دستتون، صداتون عوض میکنین، یا یه چیزی میندازین جلو صورتتون کسی نبینتتون اینجوری. اینا آقای قشقایی دیدم این کارو میکنه، یه دستمال میندازه رو عینکش، بعد عینکش میذاره رو صورتش. من فلوریدا وقتی آفتاب زیاد بود میرفتم یه جا این کارو میکرد. شما چی کار میکنید وقتی میرید مهمونی اینجوری میکنید؟ بله دوستان، نظر من درباره ترامپ این است. نه آقا قشنگ یکی یه چیزی میگه، بعد شما میگید که خب نظر شما هم نظریه ولی نظر من اینه، نظرتونو میگید. از کی میترسید؟ اگه تو آمریکا میترسید، اگه تو آمریکا یا آلمان اروپا میترسید، بهتره بلند شید برید قید 80 ضربه شلاق بخورید بزنید برید ایران. اقلا بعد مثل این خانومه میبینید دیگه، من اصلا از اینجا عصبانی نیستم، از بلژیک عصبانی هستم. دوستان عزیز پیام بذارید، مسیجتون رو بگید درباره چیه، کامل ولی کوتاه. این وقتی میگیم کامل منظورش این نیست قصه حسین نمیدونم کرد برامون بخونی یا داستان 1001 شب. شورت، مفید، مختصر، کوتاه، مفید، مختصر، بگو کی به کیه، دنیا دست کیه، تا ما هم آگاه بشیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. باز یک بار دیگه برای آخرین بار اینجا نوشته، ولی شماره تلفن رو نشون میدم. با این تلفن هم میتونید تکست بفرستید، هم میتونید تلفن بزنید، پیام بذارید، لطف کنید. 3 دقیقه. آخر هفته خوب براتون اعلام کنم، آرزو میکنم. ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم. بعد از برنامه حسن ارشاد که 147مش هست، این فیلم مستند خیال پرست پشت پرده مافیای جنسی در ایران رو ببینید. نظرتون رو درباره اونها هم بنویسید تا ما روز دوشنبه با شما باشیم. روز روزگار بر شما خوش.
از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم و برنامه سربی با مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. ضمناً اگر می‌بینید 70 دقیقه 73 دقیقه کمه، میتونید صحبت‌های من رو با سرعت یواشتر پخش کنید، چون ما اینقدر تند صحبت می‌کنیم نسبت به تلویزیون‌های ایرانی که شما اگه تازه سرعت این رو نیم برابر کنید، 50% هم کم کنید، هنوز از تلویزیون‌های دیگه خیلی فست‌تر صحبت کردیم. مرسی، با امید روزهای بهتر و با شما خواهیم بود دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر.